بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض ارادت و سلام و ادب داریم خدمت همه شما عزیزان، دوستان بزرگواری که امروز هم لطف فرمودین و برنامه خودتان را به تماشا نشستین. خوشحال و مسرور هستیم که این لحظاتی که به عنوان امانت در اختیار ما قرار داده شده را در محضر شما عزیزان هستیم و بابت این توفیق خدای عزوجل را شاکر هستیم. امروز هم انشاءالله در مورد یک پدیده‌ای که در اسلام به یک پدیده مذموم مشهور هست و در موردش خیلی نکوهش ها صورت گرفته هست صحبت میکنیم، مسئله فقر. خیلی در موردش بحث کردیم، فقری که به تعبیر روایات به مثابه روسیاهی هر دو دنیا معرفی شده. ما به همین دلیل روی عوامل و اسباب و دلایلی که سبب میشه که فقر در جامعه در واقع گسترش پیدا کنه صحبت میکنیم. بعد از شناسایی این عوامل نسبت به هر کدام و متناسب با این عوامل، راهکارهایی را به خدمت شما عزیزان به اندازه وسع و توانمان انشاءالله بیان خواهیم کرد و امیدوار هستیم که توفیق عملش را هم داشته باشیم. امروز هم با افتخار در محضر برادر بزرگوارمان جناب سید گل‌آقای احمدی هستیم. استاد عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام خدمت شما جناب آقای مساوی حسنه باشید انشاءالله، و سلام و درود ویژه خدمت همه بیننده‌های عزیز و کسانی که برنامه را نگاه میکند. انشاءالله پیروز و بهروز بوده باشد، خدمت هستیم. سپاسگزاریم استاد، هرچند یک فاصله افتاد بین برنامه هم، به هر حال یک مرور مختصر داشته باشیم. در برنامه گذشته یکی از عوامل عمده ای که سبب ایجاد فقر بشد کمبود تولید بود که در رأس اینا تنبلی و تنپروری اینا را در بر داشت. میخوایم امروز شما بدانیم که چه عوامل سبب ایجاد فقر میشه و در مورد راهکارها از شما خواهیم شنید. بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، ولا تؤتوا السفهاء جعل الله اموالکم جعل الله لکم قیاما. خب بیننده‌های عزیزی که قبلا برنامه را تعقیب میکردن مستحضر هستند که خب عنوان کلی برنامه ما تحت این برنامه بود، این اسم بود که عوامل فقر چی هست و چی راهکارهایی را ایراب بکنیم تا این فقر از جامعه برداشته شود. خب ما در قسمت اول برنامه‌های قبلی که داشتیم در قسمت مذمومیت و قباحت فقر بحث کردیم. بعد از یکی از عواملی که اونجا بحث صورت گرفت که زیر مجموعه‌های زیاد داشتن، عوامل کاهش یا کمبودی تولید در جامعه بود. خب یک عوامل بسیار یا عامل یا سبب بسیار مهم بود، تاثیر میگذاشت در اینکه فقر در جامعه به وجود می آید. خب زیر مجموعه های زیاد داشتن، از جمله بود که مثلا از منابع انسانی کمتر استفاده می شدن یا بیکاری به اوج خود می رسید، از ناحیه از اینکه جوانان کار نکند تنبلی بکنه، یا مثلا کسانی بودن که نمی خواستن یا زمینه فراهم نبودن از این ناحیه بودن یا زمینه فراهم بودن که کار نمی کردن. خب ما راههایی در اونجا سنجیدیم، از نظر روایات بررسی کردیم. بعد امروزی که خدمت دوستان هستیم در این برنامه در قسمتی بحث میکنیم که دومین عاملی که خیلی مهم است در ایجاد فقر در جامعه یا در خانواده که نظام کوچک جامعه هستند، ضعف مدیریت اقتصادی هست. بله. خب از نظر علم اقتصاد هم یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در ایجاد یا به وجود آمدن فقر در جامعه هست. خب این عامل با عامل قبلی چی فرق داره؟ عامل قبلی این بود که مثلا کاهش تولید یا کمبود بودن تولید در واقع این زمینه فقر را به وجود می آوردن که اصلا درآمدی به وجود نبودن یا درآمد کمتر به وجود می آمدن. اما این عامل کسه در واقع درآمد داریم، مثلا پول داریم، منبع اقتصاد داریم، درآمد داریم، ولیکن ما متاسفانه مدیریت نمیتونیم، یعنی چگونه به مصرف برسانیم و در کجا به مصرف برسانیم، این خیلی مهم است. شاید یک زمان است یک خانواده هست که اصلا خوب درآمد نداره، خوب موضوع منتفی است. وقتی کسی در جیبش پول نباشه، خب بحث مطرح نمیشه که پول در کجا مصرف بکنه، چون موضوع نیست. اصلا نیست هلی. چون پول نیست. اما یک زمان است که در جیبش پول هست، بازم در برخی موارد دیدن میشه که متاسفانه چی میشه، دچار فقر و فلاکتی میشه.
این چی خوبی به این معناست که این پول را در کجا باید به مصرف برسانه؟ خب برای کی به مصرف برساند؟ موردش را نمیفهمه، این مدیریت نداره. این یکی از عاملی که خیلی مهم هست بعد از کمبود تولید، این عامله که حتی قرآن اشاره میکنه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، سفیهان را اموالتان را ندهید. سفیه به کسی گفته میشه که در واقع زیاد دست باز داره در مصرف و نمیدانه در کجا مصرف بکنه، این کم عقل، عقلش کار نمیکنه، مخ اقتصادی نداره. بله. خب پول داره، منبع درآمد داره، پول در بانک هست، وقتی به مزه میگیره همون روز مصرف میکنه، چیز به دستش باقی نمیمونه. قرآن اشاره میکنه که در واقع از زمین آیا استفاده میکنیم که یک از عامل تاثیرگذار در ایجاد فقر در واقع چی هستن؟ ضعف مدیریت اقتصادی است. اموالتان را ندید به دست اینها، و دست کسان سفیهان که در واقع نمیداند در کجا مصرف بکنه. جعل الله لکم قیاما، در حالی که خداوند متعال این مال را به عنوان قوام زندگی و استوانه زندگی و رکن زندگی قرار داده است برای شما. خب اگر مال نباشه زندگی انسان یا ادامه پیدا نمیکنه یا دچار مشکلات میشه. وقتی که این مال را خداوند به عنوان رکن زندگی قرار داده یا علت مبقیه حیات انسان قرار داده، میگه بعد از اینها ندین، اینا ضعف مدیریت داره، اینا نمیتونه که در کجا مصرف بکنه. خب با توجه به اینجا خدمت خانواده های عزیزی که خب منبع درآمد خوب داره، سفارش بنده ای است که باید یک راه حل باید بسنجیم. این خودش یک مشکل هست که ما مدیریت نمیتونیم، خب اداره نمیتونیم، اقتصاد خود نمیفهمیم در کجا مصرف بکنیم. راه حل ایه که حداقل وقتی که ما پول داریم موردش را در جایی به مصرف برسانیم که اسلام برای ما گفته. در همین شرایط که از خانواده هایی که پول داره خودش میدانه همسایش چیزی نداره، خودش میدانه که ارحام چیزی نداره، خودش میدانه که او طرف چند کوچه او طرف از همسایگان چیزی نداره، خب به جای از اینکه بی خود به مصرف برسانه، به جای از اینکه عروسی های مجلل بگیره، در همین شرایط ما گذشته را نمیگیم، شاید گذشته زمینه فراهم بوده، هر چی بوده ما در می حالا بحث میکنیم. بله. خب به جای از اینکه این پول خود را در این راه ها به مصرف برسانه، یا فاتحه گیری هایی که برای اموات گرفته می شود به اونجا به سرحد بالا به مصرف برسانیم، یا مثلا خب اسراف های دیگر بر انجام بدیم، یا مصارف دیگری که اضافی است از شأن ما، از زمو شأن خانواده ما بالا است، به جای از اینکه به مصرف برسانیم باید تبدیل بکنیم، این مدیریت بکنیم در جایی که کسی نداره. یک خانواده را شما این گونه نیست که وقتی بگویم که یک خانواده میشه به حساب برسانیم، شما یک خانواده را دستش بگیرین کفایت میکنه، یک خانواده 5 نفر کفایت میکنه دستش بگیرین، یک نفر را دستش بگیرین که هم ذخیره دنیا شوه و هم ذخیره آخرت شوه. خب اگر پول بیشتر دارید، خب حتی از همون نانی که میخواهید استفاده بکنید، حتی از همون مهمانه های مجللی که میخواهید مثلا مهمانی بکنید به مصرف برسانید، کمتر بکنید. یک مثلا یک دخلی یا مثلا یک صندوقچه پسندازی جمع بکنید، در آخر ما اون همون رو میتونید برای فقرا توزیع بکنید. این یک راه حل است. استاد به این مثلا میخوام از یک بود دیگه هم خدمت شما عرض بکنم. یک خانواده ای که درآمد دارن و میتونن محتاج زندگی خودشون رو تهیه بکنن، اما اگر به وسیله همی اسراف و تبذیری که اشاره فرمودین، مصداقایش هم گفتین، اسراف ها و موارد که بی جا مصرف میشه در واقع هزینه ها و درآمد هایشون، اولا اینا خودشان مصداق یک خانواده فقیر خواهند بودن. یعنی اول از پس مصارف خودشان بر نمیان، چه برسد به اینکه بتونن کمک به بقیه بکنن. پس در اولین فرصت، یعنی اولین دیدگاه اینا اگر طوری باشه که ما خودمون را، خانواده خودمون را از فقر نجات بدیم، در وهله دوم میتونن که دستگیری از یک عده دیگه از نیازمندان هم بکنن. خب دقیقاً این است که بس ما ناظر بر این است که کسی مثلا منبع درآمد داره
حالا پول ذخیره داره، بعد این مصرف زیر نمیدونه در کجا مصرف بکنه. بله. مثلا در کجا مصرف میکنه؟ در فاتحه گیری. در کجا مصرف میکنه؟ مثلا در عروسی هایی که شانش بلند هست. در کجا مصرف میکنه؟ در مهمانه هایی که اصلا جایز نیست از نظر اسلام در اونجا به مصرف رسانده شود. در کجا مصرف میکنه؟ در جایی که مثلا یک کس دیگر، یک کس آدمی که اهلیت هیچ چیز هم نداره بر او تأمین بکنه تا او به نفع از هر جای فعالیت بکنه. خب اینی موارد را، این موارد جایش نیست. کجا جایش هسته؟ اونم کسی که مستمن هست، کسی که مثلا بی سرپرست است، کسی که معلول است، کسی که معیوب است، پیرمرده هایی که خانواده داره مثلا کارگر نداره، برای اینها مصرف بکنه. رایش اینجاست. خب یک حرف شما دخن فرمودید که خب یک زمان است که غیر از اینها خود خانواده چیکار باید بکنه؟ یعنی برای خود چیکار بکنه تا خود را از زمین فقر نجات بدن، تا این زمینه یا منبعش برای دیگران. خب برای خودش واضحه. خب یک زمان است که خب از بیرون منبعی کمتر داره یا بعض اوقات کار نداره، خب دستش بند است وقتش. در این طرف میتونه که به مو اندازه نیاز خود مصرف بکنه، حد اقل یک افغانی را پس انداز بکنه. از باب مثال ای آدم در یک ماه 5000 درآمد داره، خب مصرفش هم تقریبا 4000 افغانی است، اونم 500 یا 100 افغانیش را یا 10 افغانی از اونا را پس انداز بکنه. یعنی بعد از چند ماه ای خودش میشه ذخیره. اگر نیاز پیدا کرد خب نیاز خودش رفع میشه، اگر نیاز پیدا نکرد به دیگران کمک بکنه. خیلی عالی. این در ضعف مدیریت نسبت به خانواده ها، اما ضعف مدیریت نسبت به خب حکومت که به عنوان نماینده مردم هستند، خب نسبت به اینها که هستند چند تا رای حل داریم ما. اولین رای حل که وقتش میتونه که خب فقر را از جامعه که مربوط حکومت میشه بردارد، این است که استخدام افراد شایسته و متخصص اقتصادی در مقام هایی که مربوط اقتصاد میشه. مربوط بر شما. بله. این خیلی مهم است. مثلا در اداره که مربوط اقتصاد هست یا منابع خب معادن و منابع کشور به دست او هست، اگر این آدم خب یک افراد نالایق یا تخصص نداشته باشد در اونجا ایره مثلا نصب یا انتخاب بکنه، این نمیتونه مدیریت بکنه، این نمیتونه مدیریت بکنه نسبت به میکی درآمد را این منبع در کجا تقسیم بکنه. یک رای حل. رای حل دیگه هست که استفاده جمع‌آوری اموال بیت المال و استفاده درست از بیت المال، مثل خلفای راشدین. در زمان خلفای راشدین بسیار به وجه احسن بیت المال گرفته میشد، به ما اندازه که حکومت تعیین میکرد از طرف خلیفه تعیین میشد، بعد دوباره وقتی به مصرف برسد عادلانه تقسیم میشد. در هیچ یک از حکومت های خلفای راشدین دیدن نشده است که کسی بیاید بر علیه بیت المال اعتراض بکنه که بیت المال به فلانی رسید به ما نرسید. خب این منبع عمومی مردم است. خب وقتی بیت المال ما یا عشر جمع میکنیم یا مثلا صدقات رو جمع میکنیم یا زکات رو جمع میکنیم و خب هم مدیریت شوه که چی جگونه مثلا و کسانی که بگماریم که جمع بکنه و هم در کجا باید به مصرف برسانیم یا تقسیم بکنیم. این دو. سوم، نظارت کامل از سیستم اقتصادی کشور. یک بحث خیلی مهم است. حالا ما یک اشاره میکنیم، نمیخوایم میره مثلا زیاد اینجا بحث بکنیم چون مربوط علم اقتصاد میشه. خب اول ببینیم که جامعه‌ای که وقت فقر دامنگیرش میشه، بعضی موارد است تقریبا 70-80% برمیگرده به نظام یا سیستم اقتصادی کشور که از چی نظام استفاده کرده، از چی سیستم اقتصادی استفاده کرده. ما در جهان سه سیستم عمده داریم. در تمام کشورهای سازمان ملل که از فعلا هستند در این شرایط سه تا سیستم یا نظام اقتصادی وجود داره. خب ببینیم که جامعه ما متناسب با کدام از این سیستم هستند که انشالله در خدمت دوستان بدن خواهیم. انشالله میخواییم اگه انرژی بیشتر بگیریم خدمت شما، انشالله. پر انرژی برگردیم. سپاسگزاریم از شما. دوستان عزیز و گرانقدر، به اتفاق شما عزیزان آیاتی از کلام روح بخش قرآن کریم به تلاوت کنیم و برمیگردیم در خدمت شما سروران عزیز خواهیم بود.
انشالله که همه دعاها و عباداتتان قبول باشه برای ملتمسین دعا عزیزانی که از شما عزیزان تقاضا کردن که در حقشان دعا کنین. حتما دعا بکنید انشالله که به هدف اجابت برسد. در خدمتون هستیم روی راهکارهایی برای فقر زدایی با استفاده از منابع دینی. صحبتهایی را داریم استاد عزیز، اشاراتی داشتین نسبت به در سطح بزرگتر، در سطح کشوری، به در واقع عزیزان و کسانی که یک سمتی را دارند و میتونن از او بالا یک کار عملی و کاربردی را انجام بدن. بله خدمتتون هستم. خب چون بحث ما بحث خب فقر هست یا فقر از طرف دیگه فقر زدایی هستن، در واقع هم ملت شامل میشه و هم حکومت. بله. در سطح جامعه هر دور شامل میشه. به او خاطر بعض اوقات است که مثلا ما اشاره به برنامه های حکومتی هم باید داشته باشیم. خب ما در خب یک از عوامل فقر در جامعه ضعف مدیریتی اقتصادی هستن که نسبت به خانواده و نسبت به حکومت. خب در خانواده گفتیم که بی جا مصرف نشه، اسراف نشه، تبذیر نشه و مواردش باید مشخص باشه. اما نسبت به حکومت فقط مهم برای حکومت نظام اقتصادی است. نظام اقتصادی است، چند نوع نظام داریم. یک اشاره میکنیم. یک نظام سوسیالیستی یا اصالت فردی است. خب اینا سوسیالیستی یا نظامی که فرد رو اصل میدونه، یعنی هر چی که میگه اقتصاد داشته باشه باید فرد داشته باشه، حکومت نمیتونه دخالت بکنه، حکومت کاری نیست. پس فرد خب اقتصاد به دست افراد باید تعلق بگیره. افراد هر کاری که بکنه، احتکار بکنه، حکومت کار نداره. خب مثلا قیمت رو بالا ببره، کس کار نداره. یعنی هر کاری که فرد بکنه حکومت دخالت نمیتونه. یا مثلا شبیه شمی نظام بازار آزاد. خب یک نو نوی دوم کسا در واقع نظام لیبرالیستی هستند. خب اینا میگه که در واقع جمع مهم است، اصالت اجتماع مهم است. یعنی حکومت به عنوان نماینده جامعه این حق داره که مثلا حتی از افراد هم میتونه که اقتصاد جمع بکنه. افرادش کاری نیست، افراد کار بکنه، دهقان باشه، زحمت بکشه، پول به دولت باید تسلیم بکنه. این دو نظام که هر دو نظام ناکار است. اما نظام سوم نظام اسلام است. نظام اسلامی نظام است که هم فرد اصل میدانه و هم جامعه را مثلا اصل میدانه. یعنی چی؟ یعنی با کمک اینمی حکومت افراد هم باید دخالت داشته باشد در اقتصاد و خود اینمی مدیریت اینمی اقتصاد افراد را باید به دست خود حکومت باید باشد. یعنی هر دو مشترکاً باید کار بکنه. خب اگر این گونه در نظر بگیریم، هیچ جامعه واقعتش از همچون نظام اگر برخوردار باشد فقر وجود نداره. چرا؟ هم فرد دخالت داره در اقتصاد و هم حکومت عادلانه دخالت میکنه و اونمو پول جمع میکنه در اون بیت المال، بعد دوباره اگر نیاز شد برای مستمندان توزیع میکنه. بله. یا برای مثلا منابع کشوری اونجا به خرج برسانه. خب بعد این نسبت به کشوری که میخواهد مثلا فقر برداشته شود، رای حلش این است که از نظام اقتصادی اسلام باید استفاده بکنه و تمام اینمی اقتصاد جامعه را، اقتصاد حکومت و دولت خودش را بر اساس بنیانگذاری اسلام باید در نظر بگیره. اینم رای حلش. بله درود بر شما. بازم از باب یادآوری یک بار دیگه از زبان شما، یعنی به نیابت شما بگم که و بهتر است که در واقع کسانی که در مدیریت قرار دارند، در رأس امور قرار دارند، انسان‌های متعهد و متخصص باشند. بله، او یک رای حلی که داشتیم که در واقع در خب نمایندگی ها باشد، کشوری در بیرون باشد یا داخل باشد، در دفاتری که مربوط اقتصاد میشه افراد متخصص باشه که او بدانه که چگونه مثلا اقتصاد را مدیریت بکنه. خب دومین عامل اول که در واقع او کاهش و کم بودن تولید هست که باعث فقر میشه. عامل دوم ضعف مدیریتی اقتصادی، چی در سطح خانواده باشه، چی در سطح حکومت اجتماع باشه و جامعه باشه، مجیر به مثلا فقر در کشور میشه که رای حلش هم عرض کردیم خدمت دوستان. سومین عاملی که بر میگرده به خود فرد و به خود شخص، او عامل خب ارتکاب گناه هست که گناهان برخی در مجموع خب خود گناه
و به خصوصی بعض گناه ها به خصوصی روایت دارم که اینها باعث مثلا فقر در امون خانواده میشه. یعنی میفرمایید که تنها عوامل مادی در ایجاد فقر نقش نداره؟ دخالت نداره، معنویات بله، هم معنویات هست. دخالت داره. مثلا شما ببینید این عوامل بعض اوقات از تحمیلی هست، بعض اوقات از اختیاری هست. خب عواملی که فقر را به وجود میاره عوامل تحمیلی باشه از عهده ما بیرون است، مثلا زلزله، آتش سوزی، مثلا سیل، اینها که وقتش فقر میاره. یک جا اگر مثلا سیل بیاید تمام اونم منابع درآمد را میبره، خب اقتصاد و زمین و زراعت همه را از بین میبره. یک زمان است، خب اونجا دیگه باید به دست حکومت است که چی کنه، اداره بکنه، مدیریت بکنه. اما یک زمان است که خود ما متاسفانه خود ما به نفسهی عامل و سبب فقر خود میشیم. این مهم است، در اختیار ما هست که کار نکنیم، اما ناخودآگاه یا عمدن کار میکنیم که در خب دچار فقر و تذلل میشیم. که او عاملی که در اختیار ما هست میتونیم که مدیریت بکنیم و نتوانستیم، که بعد خب اثرش او فقر هستن، ارتکاب گناه هست. قرآن کریم در این رابطه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. میگه اگر اهل قریه، اگر یک قریه، اگر یک کشوری، اگر یک مثلا ولایتی، حالا در مجموع اگر بگوییم چه حوزه خوب کوچک باشه چه حوزه بزرگ باشه، در سطح کشوری میگه اگر یا مردم یا قومی بیاید ایمان بیاورد و تقوای الهی را پیشه بکند، لفتحنا علیهم، هر آینه ما باز میکشاییم بروی از اونها برکاتی را، هم از آسمان و هم از زمین. یعنی برکات خداوند، خب برکات خداوند در واقع اونمو منبع اقتصاد انسان میشه دیگه، منبع درآمد انسان میشه، منبع مالی در دنیا میشه دیگه، منبع مادیات انسان میشه. این همی متوقف از برازی که ایمان بیاورد و تقوای الهی را پیشه بکند. خب برعکسش مفهوم میگیریم، مفهوم آیه چی میشه؟ اگر ایمان نیاورد یا تقوای الهی را پیشه نکند و گناه را مرتکب شود، دیگه این درهای آسمان زمین بسته میشه، نه از آسمان رحمت میباره و نه از زمین نعمت الهی میرویه، باقی میمانه ما تنها و بدون مثلا درآمد اقتصادی یا اونمو منبع مالی یا مادی. و خود به خود در امون جامعه و یا در امون خانواده چی میشه؟ فقر به وجود میایه. دقیقا این آیه بسیار جالب آیه هستن. خب مفسرین تفسیرهای مختلف دارن، حالا نمیخوایم خدمت دوستان وقتشان را بگیرم. خب روایت دیگر از حضرت علی علیه السلام است، میفرماید: و حج البیت و اعتماره فانهما ينفيان الفقر. میگه حج خانه خدا یا عمره که حاجی میره عمره انجام میده در غیر ایام حج، میگه این دوتا عمره و حج فقر را از بین میبره. خب شما ببینید که یکی از عواملی که فقر از بین میبره چی هستن؟ حج یا اونمو زیارت خانه خدا یا مثلا اونمو معتمر و کسی که معتمر است که عمره را انجام میده. خب این میشه یا در سطح خانواده باشه در سطح جامعه باشه که نفی میکنه اونمو فقر و فلاکتی و اونمو مثلا درآمدش کمتر میشه از بین میره. خب روایت ما زیاد داریم. یک روایت دیگر داریم که الامانت تجلب الغنا و الخیانت تجلب الفقر. حضرت پیغمبر فرمود امانت در واقع غنا و ثروت را به دست میاره، این زمینه ثروت انسان میشه. و الخیانت که بدترین گناه هستن، چه خیانت مالی باشه، چه خیانت آبرویی باشه، چه خیانت مثلا طرفی غیر باشه، تجلب الفقر، فقر را چیکار میکند؟ جلب میکنه و زمینه فقر را فراهم میکنه. بله. خب شما با توجه به این میبینید که برخی، خب در مجموع تمام گناهان
و به خصوص با توجه به روایاتی که خدمت دوستان عرض کردم، بعضی گناهان هست که مستقیم و دخالت داره در ایجاد فقر در خانواده و در اجتماع. درود بر شما استاد. میخوام یک نکته رو اشاره بکنم. در بعضی جاها گفته شده که خود فقر سبب گناه میشه، فقر سبب کفر میشه، درست؟ بله، این چرخه متاسفانه ادامه پیدا میکنه، چرخه باطل. خود فقر سبب گناه میشه و انسان وادار میکنه که از راه غیر مشروع بره دنبال مایحتاج زندگیش، و این گناه باز دوباره سبب فقر میشه و این ادامه پیدا میکنه تا وقتی که خدا انشالله یک لطف بکنه به اون طرف. سپاسگزاریم استاد عزیز. میخوایم در این مورد انشالله و در مورد عوامل بیشتر از شما بعد از میان برنامه بشنویم. سپاسگزار هستیم. همراهان گرانقدر، از شما عزیزان هم سپاسگزاری میکنیم. برمیگردیم، در خدمتتون هستیم. با افتخار در خدمت شما سروران هستیم. در مورد راهکارهایی برای فقر زدایی با استفاده از منابع دینی در خدمتتون خواهیم بود. استاد عزیز، یک اشاره‌ای که داشتم، به هر حال رابطه تنگاتنگی بین گناه و ایجاد فقر هست و او چرخه باطل که خدمت شما عرض کردم. بله. راهکار چی است در این بین؟ بسیار خوب، یک نکته بسیار خوب و جالب اشاره کردید که بس مسئله زی بود که یکی از عوامل ایجاد فقر در جامعه یا در خانواده کسه ارتکاب معاصی و گناه است. خب از اون طرف شما اشاره کردید که برخی روایت ناظر بر عزیزی که وقتی ما فقیر شدیم در واقع مجبور هستیم گناه رو انجام بدیم. خب الفقر و کفرون خب معنایش همین است دیگه. خب وقتی که فقر باعث گناه شود و از اون طرف به محض گناه انجام دادی، او می مثلا سبب چی میشه؟ فقر میشه. راه حل چیه؟ خب ما نمیتونیم که بگوییم راه حلی است که ما نمیتونیم که بگوییم همیشه فقر مستند به گناه است. میشه فقر عامل دیگری داشته باشه که اصلا توقف به گناه نباشه. مثلا عامل چی بوده؟ زلزله بوده که از اختیار از خارج بوده. عاملش مثلا آتش سوزی بوده، دکانها را همه را منبع درآمد سوختان. یا عاملش خب خود حکومت باشه که زمینه کار فراهم نشده، فقر به وجود آمده. حال چیکار بکنه؟ آدمی فقیر باید صبر پیش بکنه. روایت دیگر داریم که خب کسی که صبر پیشه میکنه، خداوند در روز قیامت آنقدر ثواب میده که هرچی بخواهد. خب او رو باید در نظر بگیره، دوزی نکنه، خدا روزی رسان است. خب از این طرف به محض که او صبر کرد، گناه رو انجام نداد، خود به خود عدم ارتکاب گناه زمینه میشه برای اینکه فقر از بین بره. یه هم رای حلش، یعنی همون تقوایی که اشاره کردیم، همون تقوایی، همون ایمانی مثلا، همون اعمال حسنه که اشاره کردیم. خب از حضرت امام رضا سوال کردن، خب میگه که بعض شنیده شده که بعض موارد میشه که فقر چه گناه موجب فقر شود. حضرت فرمود که همان مؤمن امی که نیت گناه بکنه از رزق خودش محروم میشود. نیت گناه این خطرناک واقعتش، امی که در ذهنش خب در امو خطور بدهد گناه را، یه سبب از این میشه که از امون ریز خروزی که امون روز برش میرسه محروم شد. هنوز گناهی را مرتکب نشده. یا حضرت علی فرمود از گناهان بپرهیزید، زیرا هیچ بلا و کم شدن روزی، حتی خراش ها و زخمه های بدن و سقوط و افتادن از جایی و هر مصیبتی از گناهان سرچشمه میگیرد. نه تنها مثلا فقر، حتی مشکلات دیگر زندگی ناشی از چی است؟ از ارتکاب گناه است. خب از جمله چیزی که به خصوص ما روایت داریم، حتی قرآن هم اشاره به او داره، ربا هست. متاسفانه کسی که ربا میخوره و سود میخوره، یه خود به خود اونمو فقر را در نسبت به مو آدم خب سردوچارش میشه، دامنگیری از آدم میشه. خب از حضرت سوال کردن، از امام صادق سوال کردن که قرآن میفرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات، خداوند ربا را از بین میبره ولیکن صدقات را بیشتر میکنه. بله. در حالی که ما میبینیم کسی که سود میگیره مالش بیشتره، خب سرمایهش بیشتره. چطور میشه این؟ بله، کسی که صدقه جمع کنیم که تناقضی هم پیش نبیه. بله. خب بعضی کسا صدقه میده مالش کمتر میشه، در حالی که قرآن میگه که ربا کسی میگیره که از بین میره دیگه. خب چی گونه هست؟ حضرت فرمود که در قسمت ربا شما ببینید، یک روایت بسیار جالب است. خب می فرماید درست است، این گناه هست، ولیکن با یک درهم ربا دین از بین میره.
با یک درهم ربایی که میگیرد دین از بین میره. خب بالاترین خسران، بالاترین ضرر خب از دست دادن دین است. دین را خیلی ارزان میفروشن. بله دین را میفروشن. وقتی دین رفت او زمان که مالش از پشت سرش میره. چرا؟ به خاطر ما قبلا گفتیم کسی که ایمان نیاره، تقوا نیاره، باعث چی میشه؟ فقر میشه، خود به خود مال از دستش میره. و بله. پس بناهن عامل سومی که گفتیم که ایجاد در ایجاد فقر دخالت داره، ارتکاب معاصی است، راه حلش توبه هست که انشاءالله دارم به بحثی بعدی خدمت دوستان خواهیم بود. خیلی سپاسگزار هستیم استاد عزیزی که لطف کردین با وجود مشغله هایتون تشریف آوردین. انشاءالله که بتونیم صحبت هایی را که مطرح میکنیم در واقع راه گشا باشه و اول از خودمون شروع بکنیم و عمل بکنیم در کار ببندیم. از حضورتون سپاسگزاری میکنم استاد عزیز. همراهان عزیز، ضمناً مطلبی را اشاره بکنیم که بعضی از اعمال مکروه هم سبب میشه که فقر دامنگیر ما شود. از جمله مثلا خوابیدن بین طلوع عین، بین طلوع آفتاب و نماز صبح، یا ای که مثلا به احترامی و به حرمتی بر رزق و روزی که در خانه هست، یا شنیدن موسیقی که مصداق غنا باشه، و یا عمل منافی با عفت. خیلی از این مسائل ممکن است سبب شود که فقر دامنگیر ما شود. انشالله که بتونیم مطالب را درک بکنیم و به هر حال ما حرفمون را میزنیم، صحبتهایمون را مطرح میکنیم. انشالله که عزیزان هم عنایت داشته باشند، تدبر و تأملی هم در این مورد داشته باشند و بعدش همه با هم در راستای از بین بردن فقر گام هایی برداریم. یکی از این کارهایی که باید انجام بدیم دستگیری از نیازمندان است که این شب روزها در هوای سرد غذای شبشان را ندارند و مجبور هستند که شب را تا فردا در سردی سپری کنند. انشاءالله اونا را هم فراموش نکنیم و با این کارمان حداقل وظیفه انسانی و ایمانی خودمان را انجام داده باشیم و امیدوار روزی هستیم که ای همه این مسائل مشکلات با فرج حضرت حجت خاتمه پیدا بکنه و شاهد عروض هم باشیم. برنامه را با همین دعای خیر به پایان میرسانیم. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.